تو اینجا چی کار میکنی؟ باریش، اینو فقط یه بار ازت میپرسم، باشه؟ برای همین لطفا راستشو بگو. همه چی یه بازی بود، مگه نه؟ چی؟ من فهمیدم تا به سون ازدواج کردیم. این که موقعی آشناییمون متأهل بودی و به خاطر عیاشی با من بودی، همه اینا دروغ بود، مگه نه؟ یعنی دلیل دیگه ای داشت، درسته؟ بارش، لطفا یه چیزی بگو. بارش، چی کار میکنی؟ حالا به من چشمک میزنی؟ چشمک زدن دیگه چیه؟ من میخوام حقیقت رو بدونم. چرا متوجه نیستی؟ من باید بدونم که تو همچین آدم کثیفی نیستی. هیچی بین ما دروغ نبود. من میخوام اینا رو بدونم، بارش. اون ماشین سیاه هم مال توه، مگه نه؟ از وقتی آزاد شدم دنبالم بودی، غیبت زده بود، ولی چرا دنبالم بودی؟ چرا؟ نمیدونم از چی حرف میزنی. باریش، دروغ نگو. همین تابستون ازدواج کردی، تازه فهمیدم چرا. باریش، چیه؟ چیه؟ چی میگی؟ من اصلا میپرسم چی بین تو اون وکیله هست؟ تو چرا از من میپرسی ها؟ تو حق نداری اینو بپرسی. پس هم حق نداری همچین چیزی از من بپرسی. میفهمی چی دارم میگم؟ بیا تو. آقای دکتر بیرون مریض هست، بازم منتظر بمونه؟ باشه، من میرم. چای تازه درست کردم، داغ داغه. میخوای قبل اومدن مریض بخوری؟ چیزی نمیخورم، مریضو بفرست بیاد. باش. رسانه بیوتو موویز با افتخار تقدیم چی کار میکردی؟ گفتم که گیلاس فرستاد. برای چی اینقدر دروغ میگی؟ گیلاس تو از کجا میشناسه؟ آروم بگیر، چه خبرته؟ ای بابا، برادرزاده گلسومم، تو افتتاحیه آشنا شدیم. گیلاس گفت نامادریش رفته مسافرت، وسایلم مونده، برو بیارشون. منم اومدم، فقط همین. تو اتاق خاله ملک چی کار داشتی؟ من از کجا بدونم اتاق کی کجاست؟ برو به سرجون، حوصله‌تو ندارم. نمیزنم راحت از دستم در بری. الان از گیلاس میپرسم یک کلمه دروغ گفته باشی میدم دست پلیس. خیلی خوب بپرس، آدرسمو میدونه. خداحافظ. برو تو اسمت، برو برو داداش، برو. رحمت اومدی. من اومدم، ولی این بچه ها بازم سرخود شدن. الان کجا؟ معلوم از کجا؟ گیلاس تو اتاق خوابیده، فکرت با تو نیست؟ نه، فقط این تو مدرسه بود، منم دستشو گرفتم آوردم. چی کار میکردم؟ دیگه دارم دیوونه میشم. گیلاس! چیه داداش؟ دختر، این فکرت کجاست؟ من چه میدونم؟ یعنی چی چه میدونم؟ شما دیوونه شدین؟ آره؟ چرا مواظب برادر کوچیکترت نیستی؟ ها؟ معلوم هست کجا هستی تو پسرا؟ رفتم خونم داداش، شما که اینجا به من توجه نمی کنین. منم رفتم کارم خودم انجام دادم. هنوزم میگه خونم، هنوزم میگه خونم این بچه. خب حداقل خبر میدادی. به خدا اگه به گوش خواهرت برسه خیلی بد میشه. نه ترسی، چی نمیشه، ما پیش بابامونم همینطوری هست. نخ مرده شور باباتو ببرم. یعنی وسایلمونو آوردی فکرت؟ معلومه دختر. زود باش بیا تو. برای چی اونجا وایسادی؟ خدا، سر و کله زدن با اینا خیلی سخته. واقعا فریز خیلی خوب طاقت میاره. خدا، یا باورم نمیشه. بیا گیلاس.
گیلاس، یه پسره به اسم امره میشناسی؟ تو بهش گفتی وسایلتو جمع کنه بیاره؟ تو امره رو از کجا میشناسی؟ وقتی رفتم خونه اونجا بود، گفت منو گیلاس فرستاده. تو بهش گفتی؟ آره من بهش گفتم. فکرت، اینا رو ببین، لباسامو آوردی، گوشیمو آوردی، دیگه بقیهش اصلا مهم نیست. گیلاس منو ببین، از این به بعد هر چی خواستی به من میگی، باشه؟ با غریبا چی کار داری تو؟ من امره نمیشناسم، فهمیدی؟ باشه فکرت، ول کن حالا. راستی یه چیزی میخواستم بهت بگم، حالا که بابا پیداش نیست، به نظرت سعی میکنه ما رو دوباره به اون خونه برگردونه؟ به هر حال اونم اصلا نمیخواد اینجا بمونه دیگه، مگه نه؟ خلاص میشیم نه؟ حتما همینطوره. بابا بعد از ازدواج با خاله منه خیلی عوض شد، دیگه ما رو دوست داره، به فکرمونه، میبینی؟ شاید هم الان برای نجات ما تلاش میکنه. میدونی گیلاس، وقتی رفتم اون خونه دلم براش خیلی تنگ شد. فکرت، منم دلم تنگ شده. اتاقم، باغچمون، خاله ملک، خاله شعله، دلم برای همهشون تنگ شده. ولی ای بابا، آخه گلم، عزیز دلم، عشقم، تو رو خدا بیا بشین تو ماشین، خسته نشدی تو؟ نه خیرم، این ماشین محقر تو نمیخوام، دارم هوایی به این خوبی میخورم. آخه ما تو این روستا چی کار میکردیم ها؟ خیلی خوب، باشه، پاهات ورم میکنن، مثل تبل میشن، تو رو خدا بیا سوار شو دیگه، آبرمون جلو مردم رفت. ورم میکنه که ورم میکنه، توفان مغزمو خوردی. بازم دارن از هر طرف بهم فشار میارن. آخه عزیزم، رسیدیم دیگه، آبرمون رفت، تو رو خدا بیا بشین. آی چه جای تنگ و باریکی مغازه باز کردیم، ساختمونا احساس خفگی میدن به آدم. وای دلم تنگ شده بود. گلم چند ساعتی داری پیاده میای؟ کلیس جولای خوش اومدی. دلم آی ذره شده بود دختر عزیز دلم. آی من همینطور گردنز شلوخ بکنمیودم بکدر ارکن. آی والا بیز ده بکنمیودوک. اصلا ما تو اون روستا چی کار میکردیم؟ توفان کوه سنگ طاقت نیاوردیم. خوش اومدی تولای. این حرفا رو بذارین کنار، لباسا رو باید آماده کنیم، زود باشین. چطور پیش میره؟ خوبه. چیزه، معلومه که هوای تازه روحیتو بهتر کرده، حالا کار کردنم بهت میچسبه، موقع دوخت و دوست همه چیزو فراموش میکنی تولا. آره خیلی اینا رو چه قشنگ دوختین. خیلی خوب کار میکنیم. فقط اینجا چقدر کوچیک بود، آدم حس میکنه دیوارا خفش میکنن. آ پرندرم که انداختین تو قفس، گناه نداره این پرنده؟ ببین، بهتره ما این دیوار رو خراب کنیم. خب اون درمانگاه چیه؟ اونجا هم تخریب شه، بره کارگامون حسابی دلباز بشه، مگه نه؟ اون پسر اسمش چی بود؟ باریش هم زیر آوار بره. آره والا خراب کنیم، بره پدای سرمون. ببینم اذیتت که نمی کنه؟ نه والا نمی بینمش. پدرشو در میارم. وای حرف بد زدم. وای فلیس، این بغل دکتر فقط همونه یا دکتر دیگه ای هم هست؟ نه فقط انگار همونه. آخه طولای یکم پیاده روی کرد، میخوام یه دعوایی چیزی واسه پاش. وای توفان چقدر گیر دادی به پاهای من. دوتا پاست دیگه، مگه چیه؟ هممون داریم، چی میشه؟ یکم ورم میکنن دیگه. چرا پیاده اومد؟ نه اینکه سقف ماشینش خیلی پایینه، نتونستم نفس بکشم، احساس خفگی میکردم، گفتم پیادهشم یکم را برم. اینجام که ببینم اگه درو باز کنم سردتون میشه. نگاه کن نفس بکشیم. سلام، حالتون چطوره؟ ما برگشتیم. آره ممنون. این کیه؟ کنار ماشین پیاده اومد. تو ماشین که می اومدیم از ساختمونا احساس خفگی می کرد، بعد از ماشین پیاده شد و بعدشم تو روستا کوه و سنگ و این چیزا که می دید احساس خفگی می کرد. تو رستوران بین راهی هم از پیش خدمت، مگه نگلم؟ خلاصه احساس خفگی میکنه. ول کن بابا. توفان منم بعضی وقتها از همه چی احساس خفگی میکنم، کلافه میشم، طبیعیه. خب آره خب. آی ببین چی میگم، این منو لاغر و قد بلند نشون میده. آره خطم که عرضیه. وای نه خطای طولی هم داره. ها طولای
بریم خونه. باشه، غذامونو بذاریم رو اجاق گاز، چاییمونو دم بکنیم، بشینیم جلوی تلویزیون چاییمونو با لذت با هم بخوریم. پای طولایی هم تو آب گرم میذاریم، هیچی نمیشه داداش طوفان، آروم میشه، خیالت راحت. باشه باشه باشه. من لوبیام؟ چطور؟ فیلیز، مگه من لوبیام که منو بذاری تو آب؟ آها، امان از دستتو. نشد نه؟ شوخیم بیمزه بود؟ خیلی بیمزه بودم، نتونستم. اوف، سردم شد. در رو باز کردم ولی خوب نشد. سردم هم شد، خیلی سرده. بیا بیا بریم. کجا دختر؟ بچه ها خونه هن. بیا بریم، اون فسقلی ها مثل کنه بهت میچسبن، حالت سر جاش میاد. بیا خودت ببین. بچه ها برگشتن؟ چجوری؟ مادر ملک خانم دیوونه از آب در اومد، ملک خانمو برده پیش خودش، بابامو بچه ها رو میندازه بیرون، از خونه بیرون میکنه. هیچی دیگه. مادر زن دیوونه از آب در اومد. یافه آقا فکری دیدن. آره خیلی خوب، بیا بریم. آی مادر زن دیوونه خیلی با مزه. سلام، من صداتون رو شنیدم، کنجکاو شدم. خوبی طوله؟ خیلی خوبم، عالیم، توپ توپم، مثل یه پرنده. تو هنوز اینجایی؟ ها؟ دروغگو، دغلباز، روانی. خیلی خوب طوله، دورت بگردم. به این میگی روانی؟ ولی همین روانی جون تو نجات داد. توفان جانم، زود باش بیا، معطل نکن، درو باز کن. بازه گلم، بازه. بیا، باز کردم. از بس نشستم پاهم ورم کردن. نگران نباش، داریم میرسیم گلم. یکم هوا بیاد تو. خیلی خوب، صبر کن. وایسا پیادشم. یه پاهم خواب رفته. گلم، میذاشتی تا خونه ببرم ات؟ خوب ببین چی میگم. تولای منو نگاه کن. تولای ها، تو یه دوش بگیر، سر حال بشی، من غذا درست میکنم، همه با هم میخوریم. دوش، غذا، خوب میشه. باشه. آره خوب میشه. گلم، وسایلو من بعدم میارم. باشه دختر. گفتم میخواستم بچه رو بفروشم، کم مونده بود بمیرم دیگه، طرف کسایی که نمیشناسم نمیرم، مجبورم با حکمت بسازم، چاره دیگه ای ندارم. مگه ازدواج نکردی؟ خودش خرجمو بده. فعلا خدافظ. زینم برگشتی؟ همه جا صورتت چی شده؟ صورتت چی شده؟ کی این کارو باد کرده؟ حکمت. هیچی نگو، فقط بذار همینجوری بمونیم. باشه باشه، تموم شد، تموم شد. من کنارتم، هیچ کس نمیتونه تو رو اذیت کنه، من مواظبت هستم. من غیر از تو کسی رو ندارم حکمت، فقط تو هستی. لطفا تنهام نذار، خواهش میکنم. زینب چی میگی؟ این حرفا چیه میزنی؟ ناسلامتی تو سن منی، میفهمی؟ من هیچ وقت تنهات نمیذارم، هیچ وقت دلت نمیکنم. زینب میفهمی چی میگم؟ تو زن یکی یه دونه منی. زینب اگه طلایی افتاده تو خط دیوونگی خوبه، یعنی خوب میشه. اگه مثل مرده بخوابه خیلی بده. خدا رو شکر الان بهتره. حالا که میان من برم یکم استخیار بگیرم کنار غذا بخوریم. باشه.
الو جمیل، منم چیچک، چیچک آدنایی. آره دیگه، همون خانم محترم. الان کجایی؟ باید بیای اینجا، کار داریم. نه دیگه، تلفنی نمیشه. زود باش بیا، جلوی خونه منتظرتم. خیلی خوب، عجله کن. ها فعلا. هنوز درد میکنه؟ آره خیلی. نگو، تو رو خدا ورم کرده. موچتون رو گرفتم، توضیح بدیم ببینم این چیه. چیچک؟ دست فروش. دست فروش؟ وای خدا، دختر صورتت چرا به این روز افتاده؟ چی شده؟ کی کتکت زدی؟ چیچک اونو از کجا پیدا کردی؟ بده من ببینم. نمیده. اول به هم بگیم ببینم کی این دختر رو به این روز انداخته، بعدش هم این قضیه رو برام توضیح میدین. زود باش دیگه، یالا. برادرام زدن خوب شد؟ این سن و سال عقد کردی دختر، میخواستی چی بشه؟ زیر پات گل میریختن. آره که اینطوری هم نشده، البته ایراد از اوناست. حکمت پسرم، چی شده زده به سر تو؟ دیوونه شدین؟ روانی شدین؟ برای چی ازدواج کردی؟ لازم بود ازدواج کنیم، ازدواج کردیم چیچک. بعدش هم دیگه تموم شده، بس. چی تموم میکنیم؟ نشده برادرم، تموم نشده، ولی با هم تمومش میکنیم. تا این موضوع به گوش خواهرت نرسیده جدا میشین، فهمیدین؟ تو امیری پیش برادرات به پاشو میافتی، دستشون رو میبوسی، یه جوری حلش میکنی، میگی غلط کردم، قبولت میکنن. باشه خیلی خوب، بیا تمومش کن. زینبو ولش کن ببینم. ای بابا ولش کن دیگه، همش میگه خوب 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 خوب. یعنی چی؟ مگه صورتشو نمیبینی کبود شده؟ اون زن منه چیشک، زنمه، زنم. اگه اون رو نمیخواین از این به بعد، منم دیگه نیستم، گفته باشم. نه بابا، پس دیگه مرد شدی. برای خودت مردی شدی. نه اینجوریه دیگه. آره اینجوریه. باشه پس برای خواهرت هم اینجوری شاخشونه بکش، من دیگه کاری ندارم. چیچک وای زینب، چی کار کاریم؟ چیچک تو رو خدا وایسا، یه لحظه گوش کن. چیچک گوش کن یه لحظه، گوش کن فقط یه لحظه. من چی گفتم ها؟ چی بهت گفتم؟ از سر جوونی یه کاری کردین، منم بهتون آفرین بگم. چی بگم؟ چیچک خودم به خواهرم میگم، به خدا میگم، فقط منتظر زمان مناسبش هستم. الان میری پیش خواهرم، ور حرف میزنی، بیشتر دیوونش میکنی. خودت بهش میگی؟ آره. میری پیشش میگی من ازدواج کردم، اینم زنمه. داری میگی خانم محترم اینا ازدواج کردن؟ آره با اون دختره ازدواج کردن. با اون دختر؟ پس تو چیکار میکنی؟ حالا چی میشه؟ میدونی اگه خواهرت اینو بفهمه چی کارت میکنه؟ بله که میدونم آقا جمیل، هرچی باشه خواهر منه، معلومه که میدونم. ازم به شماها چه این پرت و پلاها چیه میگی؟ این پرخوش کردنت یعنی چی؟ چرا این همه دروغ میگی؟ با دختر ازدواج کردی، تو این سن دخل خیلی کردی. عقد کرده؟ چه عقدی پسر؟ سلام علیکم. علیکم سلام. چه عقدی؟ این چی میگه؟ ببینم شما با هم هماهنگ کردین اومدین اینجا، نقشه کشیدین. سر نقشه مخشه رو ول کن. چه عقدی؟ مگه تو چند سالته؟ چه عقدی؟ بیا نشونت بدم. اینم سندشه. توف ببین، نگاش کن آخه. واقعا عقد کرده؟ این چیه پسر؟ یه بار تو داداش تو پسر، تو عقل نداری بیشور ها؟ تو این سن و سال چه ازدواج کردنی؟ ازدواج کردم چیه؟ حق ندارم ازدواج کنم؟ تو رو خدا تو زندگیم دخالت نکنی. میگه دخالت نکنین، به خدا میسنم تو گوشتا. پسر مدرسه تموم شده؟ نه. کاری شغلی داری؟ نه. پس چی؟ پشتت به چی گرم رفتی ازدواج کردی؟ داداش من همه چی رو درست میکنم، همه چی رو درست میکنم، ولی همه چی آروم آروم رو به راه میشه. ببین داداش طوفان، اگه آبجی تو رو بفهمه من ازدواج کردم، بیچارم میکنه. تو رو خدا به گوشش نرسه، خواهش میکنه. پشت سرمه مگه نه؟ خوش اومدین آبجی تلایی. میگم شما با هم اومدین تو؟ چه خوب، عالی شد. بله میبینی خانم محترم، گفتی پسر ما بهش رو نداد، دختره برای همیشه رفت، رو دادن که سهل عقدش کرده، خودشو بدبخت کرد. چی کار باید بکنیم الان؟ گفتم که گفتم. ای بابا فیلیس بفهمه چی میشه، من از این میترسم.
سبکش اید آقا طوفان رازیش کنه بره طلاقش بده. قضیه بزرگ نشده حل میشه. سخته ولی انشالله. آبجی طولایی نشنوه. آره مگه میشه من چیزی رو نشنوم؟ آره خواهش میکنم تو رو خدا اول به حرفای من گوش کن بعد برو. من کیو باید گوش کنم حکمت؟ یه الف بچه رفتی ازدواج کردی؟ معلومه به فیلیز میگم. نه کی موافقه من به فیلیز بگم؟ نه 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 به نظر من به فیلیز اصلا نگیم، خیلی مسخره. چرا با به فیلیز بگیم؟ خواهر منو میکشه تو رو خدا ببینم. بکشه بکشه من میگم من بهش میگم. نه کی انتی که سه دفعه میشنوه خواهرم. ای بابا رحمت نونمون خیلی کمه، چیچکم جواب نمیده. این دختر آخه کجا مونده؟ خیلی خب من میرم میگیرم حلش میکنم. نگرم باشه زودتر بگیر بیار. حرف نزن حکمت، هیچی نگو. یعنی چی یه بچه دبیرستانی ازدواج میکنه؟ چجوری میخوای یه زندگی رو به چرخونی؟ میرم نه نه آبجی تورای تو رو خدا نگو. اینجا چه خبره؟ چه ازدواج کردنی ها؟ چه ازدواج کردنی؟ فقط تو مونده بودی، خوش اومدی. نه چی فکر کردی پسر؟ موضوع چیه؟ چه ازدواج کردنی؟ این باز چی کار کردی؟ بگو داداش به توش مربوطه، هر کاری کردم به خودم مربوطه. تو چرا دخالت میکنی؟ رحمت تو چه میگی؟ خیلی خوب اینجا جایی حرف زدن نیست. بریم قهوه خونه بگه چی کار کرده خنگ خدا. راویو چی کار کردی؟ چی کار کردی ها؟ چی کار کردی؟ برو تو بینم، برو تو هولم نده ببینم. چی هول ندم؟ چی هول ندم؟ یه روز میگی اسرا، یه روز ازدواج میکنی. این قضیه از کجا پیدا شد؟ رحمت آروم باش. خیلی خوب آرومتر میشینیم حرف میزنیم حلش میکنیم دیگه. چیا حلش میکنیم آخه؟ نگاه به سن و سالش نکرده رفته واسه من زنگ گرفته. رحمت ما هم میدونیم الان حلش میکنیم. بشین. معلومه حلش میکنیم، حلش میکنیم. همونطور که ازدواج کردی طلاقش میدی، فهمیدی؟ قضیه رو حل میکنی. نمیشه. چیا نمیشه ها؟ چیا نمیشه؟ چرا همچین کار کردی؟ با کی ازدواج کردی ها؟ با کی ازدواج کردی؟ با اون دختره ازدواج کردی؟ آره آره با اون دختر ازدواج کردم، با زینب ازدواج کردم. زینب همون هم کلاسی. اون وقت اون برای چی با تو ازدواج کرده؟ منظوری چیه پسر؟ دخترای خوشگل به من نگاه نمیکنه؟ با من ازدواج نمیکنه؟ آخه ما اینو میگیم احمق. چی داری میگی؟ داداشت اینو نمیگه. معلومه نگاه میکنن یه پسر خوب و خوش قیافه ای، ولی بیخود و بیجهت ازدواج نمیکنن. معلومه یه مشکلی پیش اومده و ازدواج کردین، اونو بگو. راست میگه والا. حکمت این دختر واسه چی با تو ازدواج کرده؟ زود باش بگو، زود باش. برای چی تو این سن ازدواج کردی؟ حرف بزن دیگه، زود باش بگو دیگه. زینب بار داره. چی؟ پوف. وای آدم چه چیزایی میشنمه. وای یه جوری دارم میشم. آی خدایی من نگاه کن. مستشون خندی آبجی تو رایی مگه خندی داره؟ بی خیال بلند بشین. ببین چی میگه. الان یه جمله کلیدی بهت گفتم. هیچ کس حرفی نزنه، هیچ کس کاری نکنه. این دختر خودشو انداخت به خانواده‌مون، خدا به هممون صبر بده. حکمت آخه تو چی کار کردی ها؟ چی کار کردی پسر؟ داداش تو عمو میشی، منم بابا میشم. شو بابا. برو بابا. این چند تا. وای خدا. اسمت جون گشنت نشده عزیزم؟ من گشنم شده. خیلی خب ما سوپمونو میخوریم. فکرت گیلاس بیا این سوپ اسمتو بهش بدین، من یه سر باید برم بیرون. داداشم اینا کجا نمچه؟ چیزی به تو نگفتن؟ نه الان میان غذاشونو میخورن. غذای اسمتو بدین، من دو دقیقه برمیگردم. آبجی تو بهم درزو بده. آبجی بابا بهت گفت کجا میره؟ بابا همیشه به هم میگه کجا میره، ولی این دفعه یادش رفت خبر بده. خواهر واقعا که خیلی به بابا توجه میکنه. من فکر کنم الان بابا داره کارهای خونه رو درست میکنه، مگه نه؟ فکرشو بکن یکی دو روز دیگه میریم خونه. میدونی تا برسیم خونه وانو کامل پر میکنم، تا 3 ساعتم بیرون نمیام ازش. منم تا صبح از پای کامپیوتر بلند نمیشم. بیا بخور عزیزم. همکو ببینم طولایی اینا کجا موندن. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. فیلیز زنگ میزنه، فیلیز زنگ میزنه. فیلیزه چی کار کنیم؟ چی بگیم ها؟ خیلی خوب جواب نمیدی ها؟ بیا بگیر اینو. باز دارم خفه میشم. پاشو پاشو بریم، پاشو زود باش. تو هم هر غلطی میخوای بکن. آره
والا آبجی تو رای آبجی تو رای بخاره طرف میزنی هر کاری میکنی بکن این کار کش پیدا نکنه چیچک آبجی تو رای شما از هم حمایت میکنیم مگه نه از چی حمایت کنم پسر ها؟ وقتی بلدی پاتو از گلیم دراز سر کنی باید خودت هم از پسش بر بیاری انتظار حمایت از ما نداشت خیلی خوب داداش باشه من خودم با خواهر حرف میزنم کی حرف میزنی حکمت کی الان داره زنگ میزنه کی حرف میزنی امشب آره همین امشب فعلا مصیبتی نداریم خواهرم اعصابش به هم نریخته امشب بهش میگم ولی اگه موقعی گفتن ازم حمایت کنیم خیلی خیلی خوب میشه آره چی ازت حمایت کنیم دیوونه ای بابا یه غلطی کرده میگه حمایتم کنه باشه دوبار بریم داداش پای یه بچه وسطه آی خیلی خوب حکمت یه غلطی کردی مجبوریم حمایتت کنیم دیگه چاره ای نداریم این درو باز کنین باشه دوبار نفس بکشم را بیافت دیگه برو جمعی چراغ رو خاموش کن باشه الان زود باشه باید در قفل کنم دوستان شب همگی به خیر باشه کمک کنید بدویم بریم فکری رو نجات بدیم چی نجاتش بدیم؟ نمیدونم ولی تو درد زر افتاده اینو میدونم بیاییم بگردیم پیداش کنیم نجاتش بدیم داداش من چی داری میگی؟ نمیفهمیم یکی یکی بگو ببینم چی شده شما وجدان ندارین؟ فکری نیست گم شده تو درد زر افتاده تو درد زر آقا جوجو آقا فکری زود از درد سرا خلاص میشه تو برو بگی بخواب بیاییم بریم تو مخمزه یه بزرگی افتاده باید فکری رو نجات بدی ببینم جوجو تو از کجا میدونی ها؟ بابام به چیزی گفتی آره؟ نه نگفته تو خواب دیدم تو درد سر افتاده بود احتیاج به کمک داشت آی منم فکر کردم چی شده بیاین بریم زود برو باشیم برو برادر من برو مردم رو نگران نکن برو به سلامت مگه تو پلیس نیستی؟ زنگ بزن پیداش کن دیگه زود باش زنگ بزن بهت میگم اینجام یه چیزی کم الان داره الان نوشیدنی کم داری فهمیدیم مردمو بیشتر از این معطل نکن کم بودت هم حس کردیم برو به سلامت مگه وجدان نداری تو بهش زنگ بزن دیگه وگرنه میرم کلانتری ازت شکایت میکنم میگم بهش زنگ بزن چه اداره پلیسی ای بابا خیلی خوب باشه به خاطر گل روی اینا زنگ میزنم باشه خیال تو هم راحت شه ببین من زنگ میزنم من میرم یه سر به خاله تو لینا میزنم شما غذاتونو بخورین یا ما هم بریم دنبال بابا بگردیم باشه فهمیدم داداش ببخش زحمت دادیم ممنونم ازت شبت بخیر دوستان در مورد فکری الیبول هیچ خبری نیست اطلاعات موثقه خیلی خوب حالا خیالت راحت شد؟ آره برو دوباره بخواب ببینیم این دفعه چی میبینی دیوونه چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خواهر بابا گم شده چی؟ بابا گم شده یعنی چی گم شده؟ موضوع چی؟ کجا گم شده؟ آبجی تو رو خود یک کاری بکن فکری تو دردسر بزرگی افتاده تو دردسر خیلی بزرگ آقا جوجو بگیر بخواب دیگه چیزی نیست برو داداش طوفان چی شده؟ برادر من برای چی آدم ها رو نگران میکنی؟ برو به سلامت وای نستا برو بابام چه شده؟ چرا بهم نمیگی؟ فلیس چیزی نشده به همکارام هم زنگ زدم پرسیدم هیچ خبری در مورد آقا فکری نیست خیال راحت آبجی بابا گم شده یه چیزی بگو یه کاری بکن تو رو خدا میگه هیچی گزارش نشده ای بابا شما چرا انقدر نگرانین حالا چطور نگران نباشیم خواهر اون بابامونه الان باید همه جا دنبالش بگردیم فرزند خلفه جوجو از کجا میدونست بلایی سرش اومده ها؟ گیلاس جوجو تو خوابش دیده درسته شاید خوابش درست در نیاد شاید هم درست در بیاد اگه این خواب درست در بیاد برامون خیلی بد میشه خواهر تو رو خدا دوباره بابا بگردی تو دیوونه شدی حتما یه گوشه افتاده دیگه من متوجه نشدم شما دو ساعته به خاطر خواب جوجو غیبتون زده قضیه چی؟ نه آبجی جوجو صمیمیترین دوست بابا هست طبیعیه درمون برا شور بزنه خو خیلی خوب حالا خواهر باباست دیگه میشناسیش که باباست آره بابا بر میگرده حالش خوش نیست افتاده یه گوشه بیاین بریم شام بخوریم زود بشین آبجی کاش دنبالش میگشتیم فکرت چون چیزی نیست را بیافتیم بریم معلومه چی کار میکنی؟ چرا اینجوری نگاه میکنین خب ای بابا اینجوری سرپا میگفتم وقتی رفتیم خونه مثل آدم میگم ایشالله میبینی
عزیزم من زود اینو گرم کنم. باشه. الان چجوری اینجا جا بشیم آبجی؟ آره خواهر، الان چجوری اینجا جا بشیم؟ میدونین که اینجا جا نمیشیم، یکم جمع‌تر میشینیم همین. بازم مشکل همیشه گیلی بولا، جا نشدن. شما هم یه جوری خودتونو جا بدین دیگه. دارین خودتونو گول میزنین، راحت نشستن خیلی بهتره. هرچی میخوای بگو، هر کاری هم میخوای بکن، امروز نمیتونی اعصابمو خورد کنی. چرا؟ چی شده دختر؟ نکنه بین تو و آقای وکیلی خبرایی شده؟ چرا سر حالی؟ خب چه ربطی داره خدایا؟ بعد از مدت ها دوره هم جمع شدیم، خب یه جوری شدم، خوشحال شدم. حالا هر کاری هم بکنی، درو بکوبی، اخمو تخم کنی، شما رو میگم امشب نمیتونی ناراحتم کنی. همین که همه تون اینجا این واسم کافیه. کاش بابا هم اینجا بود. باباشو خیلی دوست داره. صبح جلوی در پیداش میکنیم. چیچک بیه دیگه، الان گرم شده، بیارش. اینا به کنار، یادتونه یه بار بابا اینقدر حالش بد شده بود که به جای در خونه ما حفیظ خانوم بود، کی بود؟ در خونه اون افتاده بود. حتی حفیظ خانوم فکر کرده بود که شوهر خودشه، میخواست ببره تو خونه، باورتون میشه؟ آره همون موقع هم شوهر خودش زیر بسید. حتما حسابی مشتمالش دادی. نه بابا مگه میشه؟ آقا فکری ها یارو رو یه جوری خامش کرده، براش تبونه کله پاچه گرفته. Karanma çak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşi bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Kimse tutmadı elimizden. Ben bir gece atsak hadi. Bu yine ne? Ciyari hili kafanı. Her sınavı hoşengizim. Ay şu sıdayı bu. Ya sıdayı bu ne? Ramit arzama. هی حکمت، بیدارشو ببینم. چی شده؟ چی کار میکنی؟ پس کی میخوای به خواهر بگی؟ ها؟ چرا نگفتی؟ دازه آشاخه آقا آبجی خیلی خوشحال بود. منم نخواستم حالش گرفته بشه. فردا بهش میگم حتما. تو رو خدا تو هم بگیر بخواب دیگه. پاشو ببینم باز که ای تالا همچه آدم بیشوری شدی. میخوای چی کار کنی؟ برنامه ای داری؟ راحت گرفتی خوابیدی واسه خودت؟ داداشونم یه جوری حلش میکنم. چی حلش میکنی؟ داری بچه دار میشی عواست هست؟ مدرسه چی میشه؟ چجوری بچه رو بزرگ میکنی آخه؟ ببینم پدر و مادر من چجوری منو بزرگ کردن، منم همون جوری بزرگ میکنم. ببینم اونا رو الگوی خودت قرار دادی؟ ما رو هم خواهر بزرگ کرده احمق. پدر و مادر دیدی تو؟ خیلی خوب داداش من، باشه. کسی چیزی به تو گفته؟ کسی شکایتی کرده؟ نه. تو میخواستی من چی کار کنم؟ دختر رو تک و تنها برش میکردم بره. اون کارو نمیخواست بکنی، ولی لازمم نبود باشه استفاده کنی. ببین پسر، مشکلات خواهر یکی دوتا و پنجتا و دهتا نیست. این قضیه بچه‌ام رو دوش خواهر نمیندازی، فهمیدی؟ خودتون کار میکنی، خودتونم بچه رو بزرگ میکنی. باشه رحمت. ما هم به خدا از کسی کمک نخواستیم داداش من. اگه اضافی بودیم خیالی نیست، میذاریم میریم. باشه. اگه اضافی بودیم خیالی نیست، میذاریم میریم. کجا میخوای بری پسر؟ ها کجا میخوای بری؟ حرفم میزنی بهش بر میخوره. چقدر سر و صدا میکنی داداش؟ میکشم اشا. میگید بخواب ببینم. انگار پسر شاهزاده است. تا بگید بخواب دیگه.
توف به این زندگی. من فهمیدم تابستون ازدواج کردی. این که موقع آشناییمون متأهل بودی و فقط به خاطر عیاشی با من بودی، همه اینا دروغ بود مگه نه؟ یعنی دلیل دیگه ای داشت، درسته؟ سلام، دنبال کسی میگردی؟ با کسی کار داری؟ اینجا سوئیس نیست؟ رسیدم سوئیس؟ 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 نه نه، چیزی به سوئیس نمونده. ببین، از همینجا برو اونجا، از اونجا. پسر زشته، خیلی زشته، حالش خوب نیست، برو بیارش. خیلی خوب، بیا 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 بیا، سوئیس از اون ور نیست. بیا آدرسشو بهت میدم، بیا بیا دیگه، بیا بیا دیگه، بیا چای هم هست. بیا بشین بابا، بیا بیا بشین 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 بشین. یه نفسی تازه کن، حرف بزن. معلومه خیلی بلاها سرت اومده پسر. ببینم حالا برای چی میخوای بری سوئیس؟ ببینم تصادفی چیزی کردی پسرم. من تصادف کردم؟ ما دقیقا همینو پرسیدیم. اون چیه دستت؟ این چیه دسته؟ اسمت چیه پسرم؟ کس و کاری هم داری خبر بدیم بیان دنبالت ببرنت ها؟ اسمم؟ آره؟ اسمم چیه؟ اوه این رفته امو پسرم، به زنگ بزن جاندارمری بیان اینا ببرن. زود باش، معلومه یه بلایی سرش اومده. الان زنگ میزنم امو، الان زنگ میزنم. الو الو، کجا سابجی؟ گفتی صبح اینجاست. آره جدیه داداش، میاد دیگه، ولش کن، میاد خودش. ولی خواهر، میبینی که نیومده، شاید بلایی سرش اومده. اصلا برای تو مهم نیست؟ خواهر جون، باباست دیگه، میشناسینش، میاد. آبی خودت هم مطمئن نیستی؟ ای بابا. آره دیگه، براتون مهم نیست بابا چی میشه. این حرفا چی آخه پسر؟ چون چشمش دنبال زندگی لوکسه، باباش براش عزیز شده. چه ربطی داره؟ چون کل تابستون بابا به فکر ما بود و کاری برای شما نکرد، این کارو میکنین مگه نه؟ برای همین لج میکنین و اهمیت نمیدین. دیگه واقعا داری پرتا پلا میکنی. اسمتم بهت میخنده، میبینی؟ ببین؟ به نظر من باید مثل اون فکر کرد. فکری الیبول که از طرف مادر زنش از خونه بیرون شده و از زنش هم دور مونده چی کار میکنه؟ میفته دنبال زنش. به نظر من که اصلا نباید زیاد بزرگش کنیم بچه. خودشه، درسته. ببینین حکمت داره درست میگه. بابا را افتاده به سمت سوئیس. جدی میگی؟ پس چرا ما رو با خودش نبرد؟ آره راست میگی فکرت. بابا تا حالا همه چی رو بهمون خبر میداد. نمیدونم چی شد که این دفعه خبر نداد. الان همگی میفهمیم. فلیس؟ الو، سلام سلیم، وقت داری؟ آره حتما، گوش میکنم. یه خواهش مسخره ازت داشتم. مسخره؟ یعنی چی مسخره؟ چیزه، بابام یکی دو روزه که نیست. به پلیس هم خبر دادی؟ آره آره، جمیل زنگ زد پیگیری کرد ولی به نتیجه ای نرسید. قبلا در مورد رفت و آمد بارش به خارج تحقیق کرده بودی. میتونی واسه بابام هم این کارو بکنی؟ زنش رفته سوئیس، گفتیم شاید رفته باشه پیش اون، اگه نه که همین دورو برای یه جایی گرفته خوابیده. پس معلومه باباتون بالا بالاها سیر میکنه. آره باشه، من تحقیق میکنم، اگه چیزی فهمیدم بهت خبر میدم. باشه، خیلی ازت ممنونم. چی میگه؟ سلام رسون بهتون.
گفت تحقیق میکنه دیگه. بریم. سلام پسر پهلوون من، نوش جونت، امروز چی کار میکنید؟ میریم پارک. آها، معلوم شد چرا تون تون غذا میخوری. مامان جون زیاد این بر اون بر ندو که عرق کنی، باشه؟ بلقیس خانم شما مراقبش باشی. باشه باشه باشه. خیلی خوب، شب میبینمت. خدا پس عزیز دلم. امشب زود میای دیگه نه؟ خب همون ساعت همیشگی میام، چطور؟ خب چیزه، من فکر کردم بهتر شما بیرون بخوریم، ساباش تو خونه حوصله سر میره. باشه، حالا ببینیم امشب چی میشه فعلا. باشه، خداحافظ. دیدم دوستم داد بده من. آروم باشی. آروم چه خبر شده؟ بدهش به من. سب کن ببینم. بلش کن. 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 خودت رو نگرد دیگه، تو خودت نه برو دیگه، نمیکشه خودت مسلط باش، خونه ما رو ببینی به جون این دعا میکنی. چی شده؟ نتونستم نگرش دارم، رفت. مشکلشون چی بود؟ این امره دزدی کرده. گلسوم خانم اینطوری میگه. تو چیزی میدونی؟ نه بابا، من چی باید بدونم؟ چیزی نمیدونم، ولی بهتره با خالش، عمش، کیه با همون حرف بزنی. این بچه تو خونه ناراحته، اگه دوستش داره سعی کنه باش حرف بزنه، یه فکری بکنه، باش کنار بیا. اون بچه اول مثل آدم حرف بزنه. خیلی خوب، مثل حیوان حرف نزنه، اگه مشکلی داره مثل آدم بگه. یه حرفایی هست که نمیشه زد، متوجه ای؟ شاید یه مسائلیه که نمیشه گفت. از اون زاویه ببین، اگه براش مهم باشه به اینا اهمیت نمیده، سعی میکنه بهش نزدیک شه و درکش کنه. مگه این زن پیشگوه؟ چطوری بفهمه؟ احتیاجی به پیشگو بودن نیست. بازم نظرمو میگم، اونی که دوست داره نگفتنیا رو میشنوه، به نظر من البته. ضمناً این گلسوم به نظر من به پسره اهمیت نمیده. من گفته باشم؟ به نظر من پسره اهمیت نمیده، در واقع اصلا دوست نداره. چرا این حرفو میزنی؟ از کجا میدونی؟ مگه ندیدی چطوری رفتار کرد؟ چیو نشون میده؟ معلومه دوست نداره. دوستش نداره که پیشش مونده، بدون اینکه کاری بکنه هر بلایی هم سرش بیاد ازش جدا نمیشه، برای همینه. پس باید رو راست باشه. خیلی خوب، باید درست حسابی بگه. اگه دوستش داره نشونش چی بده. چیکار کنه؟ بره بیفته به پاش، پاشو ببوسه، چیکارش کنه؟ بگو دیگه چی کار کنه؟ من چه میدونم، ولی تا وقتی بچه کاری نکنه این موضوع حل نمیشه. باشه، ولی به دخترم نباید زیاد اعتماد کرد، چون اصلا نمیدونه که چی میخواد. آی خدایا، حرکت کن. Thank you.
بفرمایید. میبخشید استاد. چیزه استاد درین چلیک انگار تو این کلاس از آموزش کار فوری باهاش دارن. چه کار فوریه که وسط کلاس صداش؟ به خدا منم نمیدونم استاد، گفتن صداش کن، منم اومدم. درین باید بری آموزش. چشم استاد. با اجازه استاد. درین بگو از این به بعد وسط کلاس مزاحم نشن. چشم استاد، میگم با اجازتون. تو دیوونه شدی رحمت، چرا منو از کلاس آوردی بیرون؟ اگه از آموزش بپرسه چی؟ نترس، چیزی نمیشه. میگم اشتباه متوجه شدم، معذرت میخوام، تموم میشه. چی کار کنم؟ خب حوصلت سر رفته بود، دلم سوخت. بریم بیرون؟ سردمون نمیشه؟ مگه هوا سرده؟ من که فکر نمی کنم. شیمون şimdilik hayır. Bakalım zaman ne gösterecek. Bu arada bana bir diferansiyel denklemler dersi borçlusun ona göre. Niye ya? Beni dersten çıkardın çünkü. Ha. Hangi konudasınız? Limit ve süreklilik. Ha, o kolay ya, hallederiz bir şey bunu. Hala. Sen istedin. Senin şu soruyu çözmüşler, gördün mü? Derim bu konuyu kapatsak mı artık ya? Hı? Ya tamam peki. Nasıl istersen. ببینید، همونطور که گفتم این دارو رو استفاده کنید، بعد دوباره بیایم پیشم. اینا رو ول کن، اون دارویی که گفتم و برام بریز. دارویی که شما میخوایی زده افسردگیه؟ مگه افسردگی داری که قرص زده افسردگی بخوری؟ برای ضرر داره. زابخونمون گرفته، زن بی‌حوصله، شاد و شنگول شده، مثل دختر جوون بالا پایین میپره. من از اون میخوام بذارم. نمیشه مادر، شکلات که نیست، برای پریدنم تجویز نمیشه. اینا برات خوبن، برو بخور، برو استفاده کن. برو به سلامت. خب جوون، بگو ببینم مشکلت چیه؟ مشکلم شما این دیگه، چرا انقدر کله شقین؟ ما؟ بله شما، شما، عمم، آدم ها، بزرگتر ها، اندازه گاف شدیم ولی هنوزم کله شقین. فهمیدم. نورگل خانم، کاپشنمو بیار. باشه الان. گرسنته؟ یه کمی. بلند شو، بلند شو، میریم غذا بخوریم. ما میریم غذا بخوریم، بعد زود برمیگردیم. به این بچه رو نده پسرم، ولگرده. نمیبینی به خدا برات کار درست میکنه؟ میفتی تو دردسر. نگو نگفتی ها. خیلی خوب میدونم، خدا میدونم، حالا حرف میزنیم، برو. ای خدا، نگاه نگاه، عجب رویی هم داره. دکترم انداخته بغل دستش. این کنه دنباله چی میگرده؟ با برادر زاده چی کار داره؟ چه میدونم، حتما هواشو داره. شایدم سر عقل آوردش، کی میدونه؟ اول خودش سر عقل بیاد. مثلا هوای خواهر برادرای فیلیزم داشت، بعد دیدیم چی شد. فکرش چه بهش عادت کرده بود. همه یه بچه ها رو چشم به راه گذاشت. دروغگو، دغلباز، دیوونه. اینا رو چه جوری چیدم؟ خیلی قشنگ شد. خب، تعریف کن ببینم، چه مشکلی با بابات داری؟ بگو دیگه، حرفاتو با احمد شنیدم، یه مشکلی با بابات داری، بگو. ای بابا، ولش کن دکتر، بگم هم نمیفهمی. نه بابا، نجا، اگه بدترین بابای دنیا رو داشته باشم، اون وقت چی نمیفهمم؟ اینجوری بگم، آدم موفقیه، پول داره، روانی پول و یه قاتل دیوونه میبونست. گفتی قاتل؟ آره قاتل. برادرمو کشت،
اونم سر پول. مادرم الان مرده متحرکه به خاطر برادرم، الان خونه سالمندانه. آه زمنان دختر مرده علاقه هم انداخت زندان. چطوره؟ از بابای تو بهتره؟ مادر من خودکشی کرد، در واقع اینجوری گفتم، ولی بابامونو کشت. میدونی مزیت داشتن یه پدر بد چیه؟ تو را خدا، مگه مزیتی هم داره دکتر؟ معلومه داره. میفهمی چه جور آدمی نمیخوایی باشی، چه کاری نباید بکنی. به بابات نگاه میکنی و میگی من مثل این پست نمیشم، من مثل این بابای کثیف نمیشم. راه تو گم میکنی، ولی باباتو که میبینی خودتو اصلاح میکنی. دکتر تو واقعا با داشتن همچین زندگی رفتی دکتر شدی؟ آره. حالا جلو دو تا راه داری، یا مثل بابات سگ میشی، پسرت هم ازت متنفر میشه، یا راه درست انتخاب میکنی، به افتخار میکنه. حالا هر جور میخوای. به خدا خیلی مردی دکتر، مطمئنم کلت خوب کار میکنه. نوکرت. خب حالا بگو ببینم، راه خوب یا راه بد؟ آه منظورت همون کار تو تعمیرگاه مگه نه؟ شاگردی و اینجور چیزا. پسر میگم آدم باش، عاقل باش. آخر شاگردی استاد شدنه، آخر دوزی زندانه. احتیاج به فکر کردن نیست. باشه پس بریم. کجا؟ تعمیرگاه. را بیفت بریم. دیگه به هم زنگ نزنی پش. همش به خاطر نیلسو اینجوری میگی مگه نه؟ نه خیر دیگه زنگ نزن. خیلی خوب ولش کن، انقدر خودتو ناراحت نکن. باشه دروغوی کثیف، با نیلسا تو بوفه به من نگاه میکردن و میخندیدن. ندیدی موقع رفتن چجوری بهم نگاه میکرد؟ خب آره خندیدن، ولی اونا چون بهت حسودیشون میشه میخندن. وقتی حرف میزدن خودم شنیدم، چون بابات برات اسب خریده حسودیشون میشه. برای اسب سواری روزگارو دعوت کردی، اونا رو دعوت نکردی، به خاطر همینه. تو اینطوری فکر میکنی؟ آره معلومه که اینطوری فکر میکنم. ول کن دیگه، ناراحت نباش. خیلی ممنون گیلاس، چه خوب که هستی، بهترین دوست منی. دیگه قهر نیستی؟ نیستیم. senin bad boy ne yapıyor? Görüşüyor musunuz hala? Yok ya, ben vazgeçtim artık ondan. Hem o benden çok büyük, aramızda hiçbir şey olmazdı. Evet, biraz da somurtuktu zaten. Gerçek hayattaki bad boylar da çok sıkıcı oluyormuş. Yani şimdi bence kitaptakiler de biraz salak. O kadar da değil bir kere. دکتر میگم این اوستا محمد آدم باحالی ها، به خدا کاری که اون انجام میده نمونهشو تو خارج هم نمیتونی پیدا کنی. آره آره آقا محمد استاده، خیلی هم با نظم انضباطه. از روز اول دیر نری میندازتت بیرون. نه نه نگران نباش، حلش میکنم. میگم دکتر یادت امروز بهم گفتی بابا دختر مورد علاقه تو انداخت زندان؟ همون زنچش سبزه است داره؟ درست حرف بزن، اسمش فیلیزه. خیلی خوب فیلیز، یعنی بابات شما رو از هم جدا کرداره؟ خب ببین اگه فکر میکنی چیزی به عمم میگم اشتباه میکنی، از این به بعد بمیرم هم تو رو نمیفروشم، دیگه الان رفیقیم. جدی میگی؟ آره آدم باحالی هستی. حالا اگه فیلیز رو دوست داری، آبجی فیلیز باشه، اگه آبجی فیلیز رو دوست داری برو باش حرف بزن، بگو قضیه اینجوریه، بابام ما رو جدا کرد. خیلی خوب دیگه خندیدیم رودوانشه، دیگه بسه، الکی قصه نبف، دیگه هم حرفشو نزن. خیلی خوب؟ باشه باشه متوجه شدم.
آه اینجا چی کار میکنی همسایه؟ دارم هوا میخورم نورگل خانم، ببخشید اجازه نگرفتم. آیی دستت درد نکنه، مگه اینجا مال بابامه؟ تو راحت هوا تو بخور. منتظر کسی هستی؟ آقای وکیل چطوره؟ این روزا نمیبینمش، دیگه نمیاد؟ وکیلو میخوای چیکار؟ نه اینکه کاری داشته باشم، همینطوری پرسیدم سر صحبت باشه. آدم خوبیه مگه نه؟ خیلی به هم دیگه میاین. بین ما هیچی نیست، از اول بگم سوء تفاهم پیش نیاد. جدی نیست؟ میبینی همینجوری به زبونم اومد، یه وقتی دیش شد. برو به کارت برس نورگل خانم، به کارت برس. واقعا کی دمت گرم دکتر. خواهش میکنم، قابلی نداشت. حالا برو با احمد حرف بزن، بگو کار پیدا کردی خوشحال شه. باشه الان بهش میگم. خوش اومدی آقای دکتر، سه تا مریض داریم، خیلی وقت منتظر نشستن، برو تو. یعنی چی کار پیدا کردی؟ پیدا کردم دیگه، میرم سر کار، بهم گیر نده. حالا قراره کجا کار کنی؟ تعمیرگاه، از فردا کارو شروع میکنم. چشمت روشن، کار کن داداشم، کار کن، کار جوهر مرده. والا دکتر کار پیدا کرد، آدم درجه یکیه، اونو دعا کنین. خیلی خوب دیگه من رفتم. آدم درجه یکه، ها باور کردیم. به بچه یاد داده بیاد این حرفا رو بزنه، ما هم باور کردیم. آی دلم ترکید، به خدا دلم ترکید. طولایی برم برات نوشابه بگیرم بیارم. وای دختر چه نوشابه ای؟ آقا منصور داره میاد، باید به موقع تمومشون کنی. خیلی خب تشنمون شد، یه نوشابه نگیرم بیام؟ ها بگیرم. برای من اسید بگیر، اسید، اسید بگیر. لعنت به شیطان. وای به خدا دلم داره میتره که باید یکم قدم بزنم. آره برم یک کمی قدم بزنم. خب شما هم مواظب خودتون باشین، به اون بچه هم برسین، گرسنه نمونه. باشه عزیزم، تو نگران نباش. فعلا خدا خدا به همراه. خب پس من میرم نوشابه بگیرم، بیام زود میام. حداقل برای من نوشابه زرد بگیر. بیا پدر جان، خدا شفا. ممنونم. آقای دکتر، آقای دکتر، آقای دکتر کجا؟ نورگل خانم یه بار دیگه بگی آقای دکتر کلمو میزنم تو شیشه. صبر کن دیگه. بیا تو موویز. وکیل زنگ میزنه، گوشی تو جا گذاشته. بله سلیم. سلام. بله تا نیم ساعت دیگه آماده این باشه؟ آره آره. خیلی خب منتظریم. 45 دقیقه تا یه ساعت دیگه اینجا. باشه زود بشین دخترها، این آخریشه. وای یه فکری به ذهنم رسید، چطور این لباسا رو بپوشیم و اینجوری نشونشون بدیم؟ ها یه جور شایی لباس هم میشه ها، چون باید بفروشیمشون. میگه برای چی؟ چه کاریه ای بابا؟ آی راستش قشنگ میشه فیلیس ها، تو هم از اینا میپوشی، آقای وکیل خوشش میاد. گلسوم خانم تو رو خدا دیگه از این حرفا نزن، من با آقای وکیل چی کار دارم؟ آدم خوبیه، به همون کمک میکنه، همین. خیلی خوب باشه. آره خواهرم، آره حالا ذهنشو خراب نکنی، لباسا رو میپوشیم یا نه؟ آره پس میپوشیم. آره میپوشیم. آره. رحمت اینجایی؟
امروز دنیزو ندیدی؟ نه ندیدم، مگه چی شده؟ امروز با من نیومد، هرچی زنگ میزنم هم جواب نمیده. شاید تو خونه مونده بابا. نه اون تمام روز تو خونه تنها نمیمونه، بی حوصله است. البته بیرون هم میرفت خبر میداد. پس حتما یه جایی مونده داره یه کاری میکنه. چرا اینو میگی؟ چیزی میدونی؟ نه بابا همینطوری گفتم. ولی حق با توه، دنیز هر وقت غیبش میزنه یه کارایی میکنه. من میرم سر کلاس، اگه دیدیش بهش میگی دنبالش میگردم. بگو به هم زنگ بزنه. باشه میگم. ایشالله که نبینمش. دنیز چی میخوای؟ خودت خوب میدونی چی میخوای. به من چی میخوای؟ دست از سرم بردار. ببین با من درست حرف بزن. درست حرف نزنم چی میشه؟ بهت نشون میدم. باز چه کاسه زیر نیم کاسه این؟ دنیز اون پسر کی بود؟ به تو چه؟ تو داری تعقیبم میکنی؟ دست بردار، برای چی تعقیبت کنم دختر؟ درین دنبال تو میگشت، گوشیت هم جواب نمیدادی. اگه درین دنبالم میگرده خودش پیدام کنه، خدمشو نفرسته. اصلا هر کاری میخوای بکن بابا دیوان. عمو منصور، دخترها خواستن لباسا رو بپوشن و نشونتون بدن که کاراشون رو بهتر ببینی. اینجوری فکر کردم خب خیلی بهتره، شما بهتر میتونین ببینین و انتخاب کنین. آی ماشاءالله چقدرم بهتون میاد. عمو منصور تو رو خدا کارو نگاه کن، ایرادی پیدا میکنی؟ نگاه کن. نه والا خیلی قشنگ شده، آفرین. پس از کار راضی هستین درسته؟ یعنی همونطور که گفتین میریم سراغ قرارداد بلند مدت. دقیقا همینطوره، از کار این خانم ها خیلی خوشم اومده. ما از شما خوشم اومده. اما منصور دستت رو بوسم. زنده باشی دخترم. خیلی خوب، همگی با هم میریم و کباب میخوریم، دوست دارین دیگه؟ یا دانایی اینجا سادانایی، من برای کباب شعر مینویسم، دوست داشتن چیه؟ خوبه پس. اما تبلیغ لباس سنتی منصورم میشه دیگه. چه فکر خوبی کردی، زنده باشی. عمو منصور اگه ناراحت نمیشین من باید به خواهر برادرام برسم، با اجازتون میخوام برم. منم همینطور، باید برم پیش خواهر و برادرای فیلیز، یه کاری داریم. میدونین که من وکیلشونم. پس جوونا به کارشون برسن، ما میریم. مگه نه چیچک؟ والا من نمیتونم به کباب نبگم فیلیز، من میرم. باشه خب دیگه بریم خانم. بیای بریم. باشه بریم. بفرمایید، موفق باشید. خواهش میکنم. یه لحظه ببخشید. الو نورگل خانم، یکم بین مریضا فاصله بده بابا. چند نفرن؟ 7 نفر. خیلی خوب باش، بفرست بیان منتظرم. باشه فعلا. باشه بفرمایید آقا. پهلوام درد میکنه. ببخشید؟ پهلوام. آها فهمیدم. باشه بشینید اینجا، راحت باشید. به پشت دراز بکشید. به پشت، به پشت. خیلی
خیلی خوب هست. به امید امضای قرارداد خیلی بزرگ، درسته؟ انشالله. منم قرارداد آماده میکنم تا در اسرع وقت امضاش کنی. خیلی خوب، قبول. با اجازتون من دیگه میرم. مبارک باشه. به امید دیدار. خداحافظ. خدا بگم چی کارتون نکنه. جدی جدی که پیش خواهر برادرات نمیری مگه نه؟ نه دروغ گفتم، مگه ندیدی؟ مگه میشه با اون تیپا رفت اونجا؟ تو چی پیش خواهر برادرام میری؟ راستش اون لحظه دروغ دیگه به ذهنم نرسید، پس با مال تو شریک شدم. ای وای، جدی جدی با اون لباسا رفتن؟ ولی از اوضاعشون کاملا راضی بودن. آره والا، راستی ازت خیلی ممنونم. اگه تو نبودی نمیتونستیم همچین کار بزرگی انجام بدیم. این چه حرفیه، خواهش میکنم. ممنون. چی کار کنم؟ یه قهوه درست کنم با هم بخوریم؟ باشه، ولی خودت هم میخوری دیگه. معلومه که میخورم. باشه باشه. جلانایل جلانایل، به خدا کله یمتون له میکنم. فهمیدین؟ به نظرتون اون چش شده؟ چه میدونم، حتما از تیمارستان فرار کرد. چون فرار کردی؟ ببرین بستری بشه. خودت برو، من اینجا نمیرم. من باز برم سوئیس. باید برم سوئیس. باشه باشه باشه، تو رو میبرن سوئیس. ببین هر جا بخوای میبرنت. باشه، تو رو خطرات میبرن. خیلی باشه، مگه میشه نبریم آخه؟ تو اول باید آروم باشه. باشه، اونو بده ببینم. بدش ببینم، نیازی به این حرفا نیست. خیلی هم قشنگه. قشنگ درستش کردم. باش بده بده. آره نیاز به این کار. شما اینکه قول داده بودین دروغگوه، منو کجا میبینی؟ بلم کرین، بلم کرین. ای خدا، ای خدا، بلم کرین، بلم کرین، بلم کرین. حد من، منو دارین میبینی کجا؟ منو میبینین؟ منو نبینم. ببینم خبری از بابام هست؟ نه متاسفانه خبری نبود، از کشورم خارج نشده. البته بهش ویزا نمیدن، فقط سعی میکنه از راهای دیگه بره. بابام دیگه چی بگم، منم از این همه ماجراجویی اون متعجبم. بذار برگرده، کلی ماجرا داره برات تعریف میکنم. میگم خودت چطوری؟ سوالایی که راجع به باریش داشتی، چیزی دستگیرت شد؟ تونستی چیزی بفهمی؟ نه، اون موضوع برام تموم شد. یعنی اهمیت نمیدم. دنیز آی، بازم تو؟ چیه؟ فکر کردی به این راحتی از دستم خلاص میشی؟ برو دست از سرم بردار. بسه، دست از سرت بر نمیدارم. ای 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 داداش، چی کار میکنی؟ آه چی کار میکنی؟ تو چی کار کردی؟ الان خودم تو درد سر بزرگی انداختم. بودو برای چی میخندی؟ چطور نخندم؟ جدی جدی با مش زدیش. برو خدا رو شکر کن هر دومونو مثل سوسک له نکرد. تو با اینجور آدم ها چی کار داری آخه ها؟ داشتم ولی دیگه ندارم. آی بگذاریم. راستی حواست هست دومین بار نجاتم میدی؟ تو سندروم قهرمان شدن داری آقا پسر؟ نه، درد سر رو دوست دارم. تمام روز تو این فکرم چی کار کنم از یه گوریل کتک بخورم. همین. آره، واقعا دردسر رو دوست داری. فقط چرا وانمود میکنی دوست نداری اینو نمیفهمم. من کار دارم، تو هم یکم وایسا بعدش برو. باشه. یعنی اینقدر بده؟ چی بده؟ وضعیتت. برای فرار کردن از من با خواهرم وارد رابطه شدی. اوضاعت اینقدر بده؟ من با درین خوبم.
چون ازش خوشم میاد. از تو فرار میکنم چون ازت متنفرم. به نظرم تو اینقدر اوضاعت بده که نمیتونی حقیقت به این سادگی رو قبول کنی. جدی؟ باشه، خودت اینو خواستی، بهت ثابت میکنم حق با منه. چیو میخوای ثابت کنی؟ این که عاشقمی. اگه همه فهمیدن برای چی هنوز اینجا قایم شدم؟ زینب خواهرم هنوز نمیدونه. اینطور پیش بره بازم بهش نمیگی. این خواهر دیو جادوگره، چرا انقدر ازش میترسی؟ نمیترسم، نمیخوام خواهرمو ناراحت کنه. دارم سعی میکنم اوضاع رو جوری کنترل کنم که هر کسی کمترین آسیبو ببینه. زینب امشب با خواهرم حرف میزنم، تو رو خدا بیا بشین، راه نرو انقدر. خیلی خوب، خیلی خوب، ولی باید یه دستی به این خونه بکشیم. همه جاش خراب شده. چه میدونم، باید یه رنگی زده بشه، اساس خریده بشه، تخت خوابی، مبلی. زینب حالا صبر کن، صبر کن ببینیم چی میشه. هنوز معلوم نیست تو اون خونه زندگی میکنیم یا نه. از کجا زندگی کنی؟ خونه شما که پر از آدمه. فکر کردی کجا زندگی کنی؟ بذار من با خواهرم حرف بزنم، همه چی عادی بشه، تصمیم میگیریم. اصلا همه با هم تصمیم میگیریم، باشه؟ خیلی هم خوب میشه. برای چی در مورد زندگی خودمون با اونا تصمیم بگیریم؟ حکمت، ما دیگه ازدواج کردیم، زن و شوهر شدیم، خانواده شدیم، دیگه بچه نیستیم که هرچی گفتن انجام بدیم. یعنی نمیتونیم در مورد محل زندگیمون تصمیم بگیریم؟ راستش حرف درسته، ولی قبلن هم که دروغ گفتی بابا تو ویلای استخدار زندگی میکنه. زینب تو هم گیر دادی به ویلای استخدار. عشقم چرا اینجوری شد؟ من چی کار میتونم بکنم؟ مادر زنش از خونه بیرونش کرده، برگشتن. خب من چی کار کنم؟ برگشتن دیگه، تو خونه دیگه جا نیست، نمیشه ما هم بریم. حکمت ببین، وقتی بحثش پیش کشیده شد کنارم وای میستی. مگه تو شوهرم نیستی؟ زینب به جون تو، تو هر جا بخوای من همون جا وای میسم، قسم میخورم. با خواهرم حرف میزنم، بعدشم به تو خبر میدم، باشه؟ خیلی خوب، منتظرتم. من میرم دیگه. خداحافظ. خداحافظ. این حکمت کجا موند ها؟ چرا مدام غیبش میزنه؟ الان میاد، رفته بیرون. آه اومدش. آه. شب همگی بخیر. شب بخیر، خوش اومدی. خیلی ممنون. تو چرا دم به دقیقه غیبت میزنی ها؟ بله حکمت، کجا تشریف داشتی؟ چرا با خواهرت حرف نمیزنی؟ خواهر، یه تکلیف داشتم به خاطر اونه، ولی تموم شد دیگه، احتیاج نیست. ای بابا، این دیگه چه تکلیفیه حکمت؟ به خواهرت هم بگو، خواهرت باید در جریان باشه، مگه نه؟ جدی این چه تکلیفیه ها؟ خواهر، من باید یه موضوعی رو بهت بگم. بگو. چی شده؟ اخراج شدی؟ نه نه اینطور نیست، ولی خب یه مشکلی پیش اومده. گوش میکنم. مشکلی که پیش اومده اوه، چه خبر شده؟ میرم دنبال بابا بگردم آبجی. بابا رو کجا میخوای پیدا کنی؟ چه میدونم، تو کوچه ها پیدا میکنم، میگردم دیگه. ای بابا، میبینم که کیفت هم آماده کردی، حتما یه چند روزی هم خونه نمیای. آره فکرت جون، بابا اگه جایی بود که با کوچه گشتم پیدا میشد میومد خونه.
من با وکیل حرف زدم، نگران نباش، بابا رو پیدا میکنم. آره دیگه همینطوری بشینیم. آبجی میگم بلایی سر بابا اومده، حرفمو گوش کنین. شاید جوجو راست میگه، از کجا میدونی؟ آره دیگه هیچ کدومتون بابا رو دوست نداری. پسر واسه چی دوستش نداشته باشی؟ دیگه همیشه بدیای بابا رو میگی، هیچ خوبیاشو نمیگی. بابا امسال تابستون خیلی خوب بود، خیلی خوب پدری کرد. تو چی کار کردی؟ ازش عصبانی شدی، روحیه‌اشو خراب کردی، بابا رو بابا دشمن کردی. نه معلوم شد مشکلش چیه. بابا فکری نمونه رو میخواد، بابا فکری نمونه. صداتون همه جا رو برداشته، باز برای چی داد و بیداد میکنین ها؟ عالی شد، سر دستم اومد. من میرم دوباره بابا بگردم گیلاس. پس منم باهات میام. هر دوتون میشینین سر جاتون، شنیدین؟ همین که گفتم به شما نیومده با یه وجب قد دنبالش بگردین، مشکلی باشه ما حلش میکنیم، فهمیدین؟ برین تو اتاقتون. خیلی خوب، تو هم که باز شروع کردی به داد زدن. آره شروع کردم، برین تو اتاق. اما این دفعه دیگه تحملت نمیکنم. منم تو رو تحمل نمیکنم گیلاس. یالا زود باش، تو هم کیفتو بذار تو اتاق. کسی گوش نمیکنه که. نه کسی گوش نمیکنه. خواهر باور کن اینا دیوونه. حالا نوبت توه، گوش میکنم، زود باش بگو. خواهر نمرات امتحان اعلام شد. من تو همشون نمره پایین گرفتم. بعد با خودم گفتم که برای چی درس بخونم؟ به جای درس خوندم برم کار کنم. یعنی چی درس نخونی؟ واسه امتحان دوم سوم میخونی قبول میشی نمره میگیری؟ یعنی چی درس رو بل کنی؟ دیگه همچین حرفی نشنوم و بشنوم تیکه تیکه میکنم. من که سر در نمیارم حکمت، وقتی این همه تکلیف انجام میدی آخه چجوری آره نمره دیگه. ضعیف میگیری ها؟ آره دقیقاً، هر روز دنبال تکلیفه ولی نمره هاش ضعیفه. واقعاً چجوری ممکنه؟ چی کار میکنی آخه؟ حتما یه درس دیگه میخونه. یه درس دیگه میخونی؟ آره آره انگار همینجوری. خیلی خوب پاشو برو تو اتاقت، چون خیلی عصبانیم، چشمم بهت نیفته. بلند شو. من میتونم با آره داداشت بهت کمک میکنه، بهت درس یاد میده. همش داره تو کوچه خیابون میگرده. صبح بخیر دکتر. صبح بخیر، چه خبر؟ نکنه اخراج شدی؟ نه بابا، استاد محمد از کارم خیلی خوشش اومد، چه اخراجی؟ الانم یه ماشین تصادفی آوردن، میرم اونو ببینم. باشه برو ببین. وقتی داشتم میومدم اینجا یه سرم به مغازه بغلی زدم، طرف تنها نشسته بود، گفتم بهت بگم. خیلی خوب، من رفتم. برو برو. نهایت بری اونجا. هر اطلاعاتی که در مورد فکری الیبول پیدا کردیم اینجا سواسلی. خیلی ممنون، ولی نتونستین جاشو پیدا کنین؟ نه متاسفانه پیدا نکردیم. واقعا به همه فامیلاش سر زدین؟ سراغ تمام فامیل های ثبت شده شون رفتم، میتونین اسامیشون رو تو پرونده ببینین. باشه خیلی ممنون. خیلی عجیبه، مگه همچین چیزی هم میشه؟ ای داد گلسوم خانم، مرواریده ی آبیو چی کار کردی؟ نمیتونم پیداشون کنم. کجا گذاشتی؟ اینجان. اون پشت بود، برای همین ندیدن. ممنون. بله. آها چیزه، پیرانم پاره شد، میخواستم بپرسم میتونی بدوزی؟ بهتره که مریض منو اینجوری نبینه، زشته دیگه. اینجا خیاطیه؟ نیست. آه چرخ خیاطی که
آره ولی اینجا گلدوزی میکنیم، یعنی خیاطی نیست. خب روش گل بدوز، 5 دقیقه طول نمیکشه. باشه، تو هم انگشت منو بخیه کردی، بی حساب میشیم. عالیه، بهارمید. کی این کارو کرد؟ یعنی پارگی جیبو؟ یه چیزه، با یه مریض دیوونه روبرو شدم. وقتی دارویی که میخواست بهش ندادم یقمو گرفت پاره کرد بیتر بیاد. آره. همینجوری میخوای بالای سرم وایسی؟ جانم؟ میگم همینجوری میخوای بالای سرم وایسی؟ آره آره، ببخشید. بله، میگم همیشه مرواریده یابی تو گم میکنی؟ تو هم همیشه وقتی از سواری میشه لباستو پاره میکنی؟ گفتم که مریض پاره کرد. منم گفتم به کسی مرواریده یابی پیشکش نمیکنم، ولی معلومه جدی گرفته نمیشم. پس یعنی کسی تو زندگی تو نیست؟ گفتم اونجاش اصلا به تو مربوط نیست، ولی انگار اونم جدی نمیگیری. تا وقتی جواب ندی منتظر جوابم نباش. خیلی خب، منم جوابی ندارم بهت بدم. یه سوال کردم هیچی نگفتی. این یعنی چیزی نیست. اگه بود میگفتی، خر که نیستی. بگیر، مبارکت باشه. تموم شد؟ گلش کو فلیس. فلیس دخترم سلام. خوش اومدین. خیلی ممنون، میخوام غافلگیرت کنم. خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. حالت چطوره؟ خوبی؟ ممنونم. سالیم هم داره میاد، خواستم یکم عجله کنیم، گفتم این کار شما رو زودتر به سرانجام برسیم. البته عالی میشه، خیلی هم عالیه، کار خوبی کردین. خیلی خوب. پس این جوون کیه؟ چیزه، ایشون تو درمانگاه کنار کارگاه پزشکن، پیرنشون پاره شده بود، اومدن اینجا. من دوختمش. فهمیدم. خوبه. بفرمایین بشینید. باشه دخترم، براتون قهوه درست کنم. قهوه میخورین؟ آره ممنونم. لعنتی حداقل جلوی چشم من این کار نکن، حداقل وقتی من اونجام نکن. باشه حالا نشونت میدم. حالا خواهی دید فلیس خانم، حالا میبینی. آرام باش بابا، چیزی نیست، اصلا مهم نیست. حله. مطمئنی غذا نمیخوری؟ نه من نمیخورم، تو بخور. میگم رحمت، تو یه چیزی شده، از دیروز یه طوری شدی. نه چیزیم نیست، مطمئن باش. خیلی خوبم، باور کن. میگم درین راستی دنیزو دیدی؟ حتما همین دورو براست. چطور؟ پس دانشگاهه. آره با هم اومدیم. نه خوبه. بگو ببینم چی شده.
هیچی نشده. من به خاطر چیز پرسیدم. یادت گفتی وقتی دنیز غیبش میزنه حتما داره یه کارایی انجام میده؟ به خاطر اون گفتم، آخه از اون موقع ندیدمش به خاطر همین. از کی ندیدیش؟ از وقتی گفتی دنیز پیداش نیست، گوشیشم جواب نمیده، از اون موقع ندیدمش. آها، آره دیدمش، ولی کار خاصی نمیکرد. تعجب میکنی، اون داشت درس میخوند. جدی؟ آره، بعد از قضیه برگه امتحانی انگار سر عقل اومده، واسه کلاس عکاسی پروژه آماده میکنه، کل روز برای مجوزای اون تلاش میکنه. پس رو پروژهش کار میکنه. کلاس دیر نشه راستی؟ هنوز نیم ساعت مونده. خوبه. سلام رحمت، اینجایی؟ با من بیا، زود باش. چیز رئیس، ساعت کاریم شروع نشده، برای همین نشستم. رحمت یه لحظه بیا، کار داریم. زود باش، زود باش رحمت. باشه رئیس. دیدی دیگه، من برم، بعدم میبینمت. رحمت، مأموریت داری تو پروژه دنیز خانم بهشون کمک کنی. رئیس من که پروژه مروژه حالیم نمیشه. دنیز خانم یه نفر دیگر رو پیدا کنه. اصلا کار سختی نیست، از بالا دستور اومده. باید تو پروژه دانشجومون بهش کمک کنی، فقط همین. باید چی کار کنم؟ برام جست بگیری. چی؟ پروژه مکاسی یه روزه از طبقه کارگر رو درست کردن یه مستنده. موضوع خوبی پیدا کردم مگه نه؟ تو هم به هم کمک میکنی، همه چیز برای هنر. رئیس من واقعا از این کارا بلد نیستم، ممکنه پروژه دوستمون خراب بشه، یکی دیگر رو پیدا کنن. رحمت لطفا انقدر کشش نده، دو سه تا عکس میگیره تموم میشه. اگه مشکلی نیست میتونید برید. موفق باشی. بیشتر از این مزاحم ایشون نشیم آقا رحمت، کار زیادی داریم، خسته نباشید. موضوع چیه دنیز؟ رحمت واسه چی صداد کردن؟ برای پروژم عزیزم، اسباب بازی تو امروز قرض میگیرم، لازمش دارم. درست صرف زنده نیست. خیلی زشته دنیز، در موردش حرف زده بودیم. خیلی خوب کبوترای عاشق، گنداش نکن. امروز واسه پروژم چند تا عکس از معشوقت میگیرم، فقط همین چیه مگه؟ از رحمت؟ چرا؟ بین خدمتکارا فقط اون به درد نمیخوره، گفتن ببر استفاده کن. من چه میدونم چرا؟ دنیز اینطوری حرف نزن دیگه. وای درن، مگه چی گفتم؟ اینقدر بزرگش نکن، بیا بریم دیگه.